شیرخان نبوی یا آسنگران، فعال کارگری، روز پنج شنبه اول تیر ماه 1391 در حین کار و در سن 41 سالگی بر اثر ایست قلبی جان باخت. شیرخان از کارگران پیمانکاری نیروگاه سنندج بود. وی از چند روز پیش از درد ناحیه شکم و قفسه سینه رنج می برد و در شهر کامیاران به پزشک نیز مراجعه کرده بود، اما به دلیل فقر و تنگ دستی به ناچار صبح روز پنج شنبه اول تیر ماه از شهر کامیاران به محل کار خود در نیروگاه برق سنندج رفته و در همان محل جان باخت. شیرخان نبوی از اعماق جامعه برخاست، بر ریشه های مصائب جامعه دست برد و نوید فردای شایسته انسان را بشارت می‌داد. در مبارزه طبقاتی کارگران از دست رفتن هر فعال این طبقه ضایعه‌ای جانگداز است و در نوع خود غیر قابل جایگزین می‌باشد. این مسئله برای جنبش‌های کارگری تحت سیطره استبداد و دیکتاتوری سرمایه‌داری چون ایران که برای پرورش فعالین و رهبران خود در تنگناهای سختی قرار دارند، صد چندان بیشتر صادق است. شیرخان نبوی در سال 1350 و از خانواده تنگ دست در روستای آهنگران یا آسنگران از توابع شهر کامیاران متولد شد. به همین دلیل از کودکی با فقر و تبعیض طبقاتی آشنا بود. لمس هر روزه گرسنگی و تهیدستی خانواده و دیگر همسر نوشتانش که در میان آنان بزرگ می شد، او را به دنبال ریشه های سیاسی و اجتماعی این فقر و نداری و تبعیض در جامعه کشاند. ویژگی های سیاسی اجتماعی فرهنگی منطقه کردستان که متأثر از انقلاب آزادی خواهانی مردم در سال 57 و فعالیت سازمان یافته کمونیست ها و فعالین کارگری بود، شیرخان را در همان نوجوانی به فعالیت های کارگری کشاند. در طی این مدت شیرخان با مجموعه ای از مسائل، مشکلات و مطالبات درون محیط کار و زندگی کارگران و مردم زحمتکش درگیر می شود. زندگی پرتلاطم کارگری و فراز و نشیب های آن به شیرخان تجربه می آموزد و ویژگی های فردیش تجارب او را صیقل می دهد. آرام آرام با توجه به امکانات موجود و شرایطی که ایجاد نموده بود به این فکر می رسد که برای کاهش ناملایمات زندگی کارگران و افزودن لقمه نانی بر سر سفره آنان باید و می توان کاری کرد. آنچه که به شخصیت شیرخان جلوه‌ای متفاوت با بسیاری از همسر نوشتانش بخشید، دوره‌ای است که افکار انقلابی و انسان دوستانه و کمونیستی اش شکل گرفت و وارد فاز جدیدی از زندگی اجتماعی گردید. زندگی اجتماعی شیرخان سراسر مبارزه، اعتراض و آگاهگری در میان انسان‌های بی‌حقوق و بی‌نصیب از امکانات موجود در جامعه است. شیرخان انسانی خونگرم و غمخوار اکثریت محروم جامعه بود. او در این حال دشمنی آشتی ناپذیری با اقلیت مفتخوری داشت که این دنیای وارونه را تدارک دیده و فقر و نداری، بی تأمینی و نابرابری را به مردم تحمیل کرده. شیرخان آرزوهای بلندی در سر داشت و برای تحققشان آنی تعلل نمی کرد. ساختن دنیای دیگر را ممکن می پنداشت و
و برایش مجدانه فعالیت میکرد. دنیای آرزوهای شیرخان دنیای فاقد از بی‌حقوقی، فقر و نابرابری. او برای دنیای مبارزه میکرد که شادی و رفاه برای عموم انسانها رکن اصلیش باشد. او برای برپایی چنین دنیایی زنده بود و زندگی میکرد. دنیای انسانهای آزاد و برابر، دنیایی که در آن کودک کار و خیابان نباشد. او با دیدن هر کودک دست فروشی کنار خیابان قلبش آزرده میشد و از ته دل به این دنیای وارونه لعنت میفرستاد. شیرخان به عنوان یک کارگر خود هر روز مورد ستم و استثمار و بهره کشی قرار می گرفت، اما او اهل تمکین نبود. اعتقادی به ابدی بودن سرنوشت بردگی مزدی انسانها نداشت. یقین کامل داشت که می شود سرنوشت را دگرگون کرد و دنیا را آنگونه که شایسته انسان متمدن است ساخت. شیرخان فقط یک انسان آگاه نبود و آگاهیش را در ذهن خود اسیر نکرده بود. او یک انقلابی کمونیست بود و مصمم به مبارزه و از هر فرصتی برای انتقال اندیشه‌اش به دیگران استفاده می‌کرد. شیرخان انسان شوخ طبع و صمیمی بود و به خاطر این ویژگیش خیلی سریع در میان محافل و جمع‌های مختلف جا باز می‌کرد و مورد احترام واقع می‌شد. در برخوردهایش مذهب، رنگ، نژاد و جنسیت نمی‌شناخت و نسبت به هر گونه عامل تفرقه افکنی در میان کارگران به افشاگری می‌پرداخت و انسانیت و منافع و مناسبات انسانی را تبلیغ می‌کرد. اعتقاد به مبارزه جمعی داشت و برای متحد ساختن انسانها در عرصه‌های مختلف با جدیت تلاش می‌کرد. با شکل‌گیری اولین تشکل سراسری کارگری در دهه 80 شمسی، یعنی کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، به عضویت آن درآمد و برای متشکل کردن هرچه بیشتر کارگران در آن تشکل فعالیت می‌کرد. شیرخان عضو انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه شد و از روز تأسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران عضو این تشکل بود و در ادامه این فعالیت‌ها جمع فعالین کارگری کامیاران را همراه دیگر فعالین این عرصه سازمان داد. شیرخان پیگیرانه به دنبال کسب خبر از مراکز کارگری بود و به مراکز در حال اعتصاب سر می‌زد تا با کارگران تماس گرفته و آنها را در مبارزاتشان یاری کند. او از جمله کسانی بود که برای خانواده‌های کارگران در بند کمک مالی جمع می‌کرد و خود به دیدنشان می‌رفت. اعتصابات متعددی را به کمک دیگر فعالین سازماندهی و هدایت کرد، از جمله اعتصابات طولانی و موفق کارگران در پتروشیمی پلی‌اتیلن سنگین کرمانشاه در سالهای 87 و 88 و اعتصابات دو سال اخیر در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج. شیرخان فقط سازمانده اعتصاباتی نبود که خود در آنها ذی‌نفع باشد. در بسیاری از اعتصابات کارگران شرکت‌ها و دیگر مراکز کارگری شرکت فعالانه داشته و در کنار کارگران اعتصابی قرار می‌گرفت. همسرنوشتان و هم طبقه‌ای‌هایش را راهنمایی می‌کرد و آنان را به اتحاد و مقاومت متحدانه در مقابل سرمایه‌داران و کارفرمایان تشویق می‌کرد. این انسان مبارز و انقلابی فقط یک فعال کارگری نبود،
بلکه فعال همه جنبش های اجتماعی مانند جنبش برابری طلبانه زنان، جنبش دفاع از حقوق کودک و دیگر جنبش های آزادی خواهانه بود. او هیچ یک از جنبش های اجتماعی و مترقی را بیگانه از جنبش کارگری نمی دانست و به همین خاطر تقویت این جنبش ها را با اهمیت می دانست. او با شور و اشتیاق فراوان از مدت ها قبل به استقبال مراسم های اول ماه مه، 8 مارس و روز جهانی کودک رفته و برای هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن این مراسم ها تلاش و فعالیت میکرد. او به حق یکی از سازمان دهندگان اصلی این مراسم ها نه تنها در کامیاران بلکه در سایر شهرهای کردستان از جمله سندج و کرمانشاه بود. شیرخان در ازای فعالیت‌هایش تاوان‌های زیادی نیز پرداخت. بارها توسط اطلاعات و نیروهای انتظامی تهدید و بازداشت شده بود و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. بارها در محیط‌های کار از سوی کارفرمایان و عواملشان تهدید و اخراج شد، اما هیچ کدام از این فشارها نتوانست او را از ادامه راهش باز دارد و همواره با روحیه تر و پرشور تر به فعالیت‌هایش ادامه می‌داد. متاسفانه شیرخان عزیز اول تیر ماه 1391 در حین کار در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج دچار ایست قلبی می شود و قبل از رسیدن به بیمارستان جانش را از دست می دهد. خبر جانگداز فوت شیرخان به سرعت در بسیاری از شهرهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و تهران پیچید. همه ناباورانه و با کوهی از غم به سوی کامیاران رهسپار شدند. شیرخان را شب همان روز با حضور جمعیتی عظیم که توانسته بودند خود را به آنجا برسانند و با تنین سرود انترناسیونال به خاک سپردند. روز بعد دوم تیر ماه باز هم روستای آهنگران شاهد حضور جمعیتی هزاران نفره بود. در طول روز لحظه‌ای ورود و خروج ماشین‌های مملو از جمعیت که برای وداع ابدی با شیرخان در روستای کوچک آهنگران حضور پیدا کرده بودند قطع نمی‌شد. پیشاپیش جمعیت عظیمی که ساعت 6 بعد از ظهر عازم مزار شیرخان بودن، پارچه نوشته هایی از اتحادیه آزاد کارگران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و جمع هایی از فعالین کارگری شهر سنندج به چشم می‌خورد. در این مراسم همچنین مأمورین لباس شخصی نیز به طور پی در پی در حال گزارش به مقامات ما فوق خود بودند، اما جمعیت حاضر بدون کمترین توجهی به آنان و با آرامشی که غمی سنگین بر آن سایه انداخته بود مشغول وداع با رهبر با فعال جنبش کارگری با شیرخان بود. قلب شیرخان در طول عمر کوتاهش بیقرارانه و همیشه و هر لحظه برای طبقش و برای یک زندگی بهتر تپید. او به کل طبقه کارگر ایران و جهان تعلق داشت و قلبش با ضرب آهنگ جنبش کارگری، با افتخیزهای آن و امید به پیروزی این جنبش علیه سرمایه‌داری می‌تپید. ما اکنون شیرخان را دیگر در میان خود نداریم، اما یاد و خاطره وی برای ما تا ابدیت زنده و گرامی خواهد. نام شیرخان در تاریخ جنبش کارگری نیز پایدار خواهد. یادش گرامی باد.